با درود به شما همراهان همیشگی آسمان هنر. مهمان امروز برنامه ما متولد سال 1326 در شهر یزد با چند دهه تجربه ارزشمند در زمینه هنر هستند. ایشون گوینده، مجری رادیو و تلویزیون، ترانه‌سرا و بازیگر هستند. اگر بخوایم ایشون رو با یک کلمه توصیف بکنیم، چیزی به جز آقای صدا نخواهد بود. سخن رو کوتاه کنم تا از حضور و صدای بی‌نظیر استاد بهروز رضوی بیشتر بهره‌مند بشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همینطور بینندگان عزیز برنامه آسمان هنر فرمودید. بله. و آرزو می‌کنم که در این سوی زمین به همه ایرانی‌های نازنین خوش بگذره انشاءالله. خیلی باعث افتخار ماست استاد که شما هستید در این برنامه امروز. اگر که یه توضیح مختصر بدید که چجوری وارد این کار شدید. من در آغاز به دعوت آقای نادر نادرپور، شاعر بزرگ ایرانی که گروه ادب امروزی رو برای رادیو تلویزیون تشکیل داده بود و عده‌ای از جوانهای اون روزگار رو که خب میشناخمه ها رو در مصاحبه هایی که باش کرده بودیم، تو مطبوعات بودیم و کارهای مختلف، ما رو دعوت کرد به همکاری برای برنامه گروه ادب امروز و یک برنامه جمعه داشتیم از صبح ساعت 9:30 تا 11:30 در شبکه 2 رادیو، اون وقت 2 تا کانال رادیو بود فقط. شبکه 1 برنامه جمعه بازارش بود، برقرار بود و برنامه تفریحی شما و رادیو، و شبکه 2 به خاطر که یه خود فضای روشنفکرانه تری داشت برنامه جنگ ادبی بود به اسم آینه آدینه. در اونجا کسانی دیگه هم مثل مرحوم حسین منزوی، اصغر واقدی، مرحوم عمران صلاحی، مرحوم احمد کسیلا، عیدل قافل، همه مرحوم شدن، خدا رحمتشون کنه. بودیم ادهی که برای برنامه مطلب می‌نوشتیم. من هم از جمله نویسندگان این برنامه بودم که بیشتر برنامه‌های مربوط به کتاب، خبرهای تازه کتاب، گفتگو با دستندرکاران کتاب و نشر و انتشارات، که برنامه ما اصرار داشت آقای نادرپور که حتما هر مطلب رو یه گوینده بخونه. گاگو داری برنامه، یعنی گویندگانی که کشی که رادیو بودن در اون روزی که ما ضبط داشتیم، تعدادشون به تعداد مقاله هامون نمیرسید، ناچارن بعضی ها دو سه مقاله میخوندن. آقای نادرپور پیشنهاد کرد که نویسنده های برنامه بیان تست بدن، هر کدوم صداشون مناسب بود و جهت فنی میتونستن خودشون تکست خودشون رو بخونن. وقتی شروع کردیم، خب از من بد صداتر هم بود تو همکارا و بعضی از مقالات دیگران رو هم من میخوندم و یواش یواش گویندگیم بر نویسندگیم چربید و یواش یواش شدم گوینده رادیو. البته پیش از انقلاب من فقط همون یک روز رو در رادیو میومدم که اتفاقا یادشون بخیر و خدا رحمت چون کنه آقای تورج فرازمند بارا گفتن فلانی مدارک تو بیار استخدام شد در رادیو، چی هفته یه روز میای رادیو؟ خب اونا که اهل کار بودن تشخیص داده بودن که من خیلی اهل رسانه ام، هم از جهت کارهای خدماتی که انجام میدادم، هم حالا که گویندگی میکردم صدام درست که. ولی بعد از انقلاب دیگه از جنت مکانی دست برداشتیم و یواش یواش چون گویندم خیلی کم شده بود ادامه من دادم و حضورتون پررنگتر شد. بله بله. چه اتفاق خوبی. شما کار گویندگی روی تیزر انجام میدین، گویندگی روی فیلم و رادیو هم انجام میدین، چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ پیش از انقلاب فقط همین گویندگی در گروه ادب بود و رادیو و تلویزیون البته. درست. ولی بعد از انقلاب که تقریبا همه کارهای من شرکت تبلیغاتی داشتم و کارهای تبلیغاتی هم میکردم، منتهی مراتب بعد از انقلاب یه خود همه چی تقلق شد و تنها کاری که باقی اون که من میتونستم بهش ارتزاقی بکنم گویندگی بود، که البته فقط گویندگی رادیو تلویزیون نه، چون دستمزد در رادیو تلویزیون همونجور که همه میدونن دستمزد قلیلی است، دستمزد اندکی است. با کار برای همین کارهای فرض کنید فیلم های مستندی که خارج از سازمان تهیه میشد،
مجموعه های اقتصادی، تجاری، گاگوداری، گزارش های تجاری، اینها گاگوداری در این زمین ها. تفاوتاش هم البته در رادیو تلویزیون وقتی برنامه اجرا میشه خیلی باید با ملایمت خود متن و منطبق به خود متن بوده باشه و خیلی ساده و راحت که برای شنونده قابل درک و قابل پذیرش باشه، همزاد پنداری درش خوب اتفاق بیفته. درست. ولی وقتی مثلا فرض کنید یک کاری جنبه تبلیغاتی پیدا میکنه، طبیعتاً یه خود آب و تابش بیشتر میشه، یه خود دنگ و فنگش به قول خودم بیشتر میشه و اون قسمت هاست که فرق داره، وگرنه گوینده گوینده. من در اونجا هم سعی میکنم که تا میشه طبیعی باشه و خیلی لحن حراجی به خودم نگیرم، ولی به هر حال تفاوتایی داره. یعنی چون از یه بازرگانی هستش لحن به هر حال عوض میشه. طبیعتاً عوض میشه. فرق بین صدا پیشگی و گویندگی چی هستش؟ خب صدا پیشگی بیشتر رو عنصر بازیگری هم تکیه داره. درست. یعنی وقتی کسی قرار است که دوبله ای انجام بده، طبیعتاً در یک نقشی است که بازیگری بازی کرده، حالا صدای دوم میخوان رو اون بذارن که دقیقاً این بازیگری با صداش باید منطبق با بازی باشه که رو صحنه انجام شده، تو فیلم صورت گرفته و بازیگری هم هست. درست. ولی در گویندگی اصلاً بازیگری مطرح نیست و حتی تو اجرا هم آدم نباید به جانب بازیگری بره. هرچی یک دستر باشه و یک نواختر، حالا نه به معنی مونوتون بودنش من نمیگم، ولی یک دستر مناسبتره برای برنامه که شنونده پرت و پلا نمیشه، حواسش پرت نمیشه، تمرکزش از دست نمیره و میتونه توجه کنه به موضوعی که مورد بحث و مورد گفتگو هست، خصوصا در رادیو. حالا گاگوداری در تلویزیون تصویر دیده میشه، آدم دیده میشه، معلوم میشه که در چه وضعیتی هستی، حالا قدری صدا بلندتر کوتاه‌تر، ولی در رادیو این نیست، فقط صداست که شنیده میشه و اونجا باید که این رعایت بشه که خیلی تغییر نکنه، به اندازه‌ای بوده باشه که تو باور مردم بگنجه. درسته. اگر بخوایم که اینو تفکیک بکنیم، مثلا صحبت‌های شما روی مستند ایران میشه گویندگی، دقیقاً قصه گفتنتون میشه صدا پیشگی. در اونجا هم من باز گویندگی رادیوست. حالا ممکنه که من تغییر لحنی بدم به این خاطر که گاهی چند تا پرسوناژ تو قصه هستن که با هم گفتگو میکنن، صحبت میکنن، من مجالی ندارم که بگم حسن گفت، حسین گفت، این داره میگه، اون داره میگه. با تغییر اندک صدا شنونده رو متوجه میکنم که این یه پرسوناژ دیگه است داره حرف میزنه. ولی برای بازی میکنه. باز بله، در حد، در اون حد بازی میشه. اینو من خودم هم، یعنی الان روا نیست آدم تو گار گویندگی به صدا پیشگی نزدیک بشه. گویندگی یه شأنی داره، صدا پیشگی یه شأنی داره و میباید که این یک دستی در هر دو زمینه حفظ بشه. من در اونجا اگر که گاهی لحنم رو تغییر میدم، در حدیست که شنونده متوجه باشه که یک کس دیگه ای داره این حرف رو میزنه، پرسوناژ دیگه ای داره این صحبت رو میکنه. به این خاطر، وگرنه اونجا کمترین تغییر رو داریم در گویندگی. ولی در بازیگری البته هر جور که نقش بپذیره و هر جوری که نقش القا کنه باید همون کار کرد. بازیگری رو دوست داشتی؟ من والا به همین خاطرم از هر مرض دون خود دارم. بازیگری هم دوست داشتم که هم بازیگری سینما کردم، قبل از همه که بازیگری تئاتر بوده. بله. بعدش بازیگری نمایش‌های رادیو بوده، بعد بازیگری سینما هم پیش اومده و تلویزیون، سریال‌های تلویزیونی هم بازی کردم، هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب. ولی خیلی فاصله افتاده برای اون. طبیعتاً آره. ببینید الان دیگه من حوصله‌های سال‌های جوانی خودم رو ندارم که مثلا فرض کنیم برای یک کار بازیگرانه ای پاشم سفر ببندم برم مسافرت برگردم، در حالی که همه کارام در تهران متمرکزه، ناچارم نمیتونم اینقدر جا به جا بشم و تغییر جا و مکان بدم. طبیعتا ترجیح میدم متمرکز باشم و خود به خود این منو از بازیگری تقریبا باز میداره. درست. مگر حالا چه اتفاق بیفته، همش در تهران باشه، جایی لازم نباشه سفر کنم، نقش خیلی دیگه انگه من باشه، بپسندم و واقعا براتون دلنشین و دلپذیر باشه که بخواید انجامش بدین. ازتون بخوام که یه دکلمه برای ما بخونین، امکانش هست؟
بذارید برای که خیلی هم فراموشی مانه به اصطلاح صحت کار نشه، کتابی من مثلا فرض کنید حافظ رو بیاریم و از حافظ بخونیم، یا اینکه بذارید دیوان حسین منزوی رو بیارم و یک شعر از حسین منزوی بخونم، اگه اشکال نداره. عالیه. شهر منهای وقتی که هستی، حاصلش برزخ خشک و خالی، جمع آینه ها زرد در تو، بی عدد صفر بعد از زلالی، می شود گل در اثنای گلزار، می شود کبک در حین رفتار، می شود آهوی در چمنزار، پای تو زرد در باغ خالی، هرچه چشم است جز چشمهایت، سایه وار است و خود در نهایت، می کند بر سبیل کنایت مشق آن چشمهای مثالی. ای تلسم عددها به نامت، حاصل جزرومت ها به کامت، وی ورق خورده احتشامت، هرچه تبویم فرخنده فالی، چند برگیست دیوان ماهت، دفتر شعرهای سیاهت، ای که هر ناگهان از نگاهت یک غزل می شود ارتجالی، چشم وا کن که دنیا بشورد، موج در موج دریا بشورد، گیسوان باز کن تا بشورد شعرم از آن شمیم شمالی، حاصل جمع آب و تن تو، ضرب در وقت تن شستن تو، هر سه منهای پیراهن تو، برکرا کرده حالی به حالی. با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون.